امشب در 260 خانواده فقیر افغانستان ناله های ملت عزیز وطن، ناله های زن افغان، ناله های مادر افغانستان، ناله های کودک افغانستان بلند است تا سریا. به جرم چی بیای زن بیم قتلت او برادر؟ به کدامین جرم؟ به کدامین جرم؟ عزیز دل برادر، صدا کرده نمیتونستی، ورود ممنوع، نمیتونستی. نزدیک شده بود با صدای عسکری، با صدای نظامی، ورود ممنوع، تکان نمیخوری، خلاص دور میخوردن. اگر میخواست پیش بیایی دو مرمی آوی فیر میکردی. تو ناجوان مرد، از جاهای شلیک کردگیت معلوم میشه که در یک کمین همه را کشتی. تو ناجوان مرد، در جوان مردی این است که هر دشمن سرت هم که خواستی بکشی یک صدا خو میزنی که در لحظه اخیر مرگش خو متوجه شوه که کشته میشم. امیرم تو نکردی، امیرم تو نکردی، شلیک هایت به گردن و بر روی است. ای ناجوان، ای ناجوان، ای نانجیب، ای بیم چیز، ای شکست خورده، ای دایناسور منقرض، ای دایناسور در حال منقرض شدن، ای فصل تمام، ای فصل تمام. در روزهای اخیر چنین کار بالای ما میکنی؟ یک دو روز بچه ها خیستن امی مسئله رو میگفتن که ما را به اینجا و اونجا چی غرض؟ ما خود توسط کدام جای کشته نشدیم. قطعی همون کشوری که ما را دشمن واهی ساخته ای. امی من شما را برتون یک سوال، من طرفدار اسرائیل نیستم یا طرفدار کدام جای دیگه؟ او بزرگوار امی، تو دشمن اسرائیل چرا شده ای؟ چی گفته دشمن شده ای؟ امی بدیش که به تو رسیده چیز؟ چی کده به تو؟ اگر مسلمانی ارزش می داشت خوینی مسلمان مرا قتل عام نمی کرد در سرحدش. مسلمان که مرا در سرحدش قتل عام می کنه، به دفاع مسلمان قطع یک کشوری که هیچ قطعیم درگیر نیست، چرا درگیری ناق باشم؟ چرا شعارای ناق ناق بتم؟ مرا چی که خدا کنه که دم فرقت بزنه به من چی لولو؟ باندیه، باندیه. بله صاحب. و در ثانی اخیر و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین، به خانواده های غمدیده افغانستان تسلیت، به خانواده های بچه مرده افغانستان تسلیت، به اون یتیم تازه نفس تسلیت، به اون بیوه امشب تسلیت، به اون مادرک بی فرزند شده تسلیت، به اون پدرک بچه از دست داده تسلیت، بر اون کودک دو ساله پدر از دست داده که دیگه اصلا پدر ده یادش نخواهد ماند تسلیت، به اون خواهر ارجمند دلشکسته ملول مغموم در هم تنیده امشب بیوه شده تسلیت. جز تسلیت ما دیگر هیچ کاری از دستمون نمی آید. به اون لشکر سفید پوشی که یکی پی دیگر اجسادشان مانده شده بهشت برین و آرامش روان، فکر نمی کنم این روان ها آرامش پیدا بکنن، در حالی که در مرگ هم یادش می آمد. شاید با شلیک آن گلوله بر گردن و صورتش، اون صدای فرزندش انعکاسدار در گوشش می آمد که پدر، آن موترک لعنتی، آن دکانی که در پشت سری خانه من بود و قیمتش 200 بود که هیچ وقت نخریدی، آمدی میخری؟ ها میخرم. این صدا شاید در گوش ها تنین انداز
و این صداها در گوش آن مرد باقی مانده به او دنیا رفت و آن دستهایی که شلیک کردند و آن رگبارهایی که از و آن گلولههایی که از گلوی آن تفنگها شلیک شدند اون دستها دستهای اون جنرالان دستهای قمندانان دستهای وزرا و دستهای دستاندرکارانش به زور و مرحمت خداوند بزرگ به زور و مرحمت پروردگاری هستی مطلق آن که عدالت بزرگی را در زمین تأمین می کند به پرتو آن محبت های خداوند به بندگان مظلومش خواهند شکست و شاهدش خواهیم بود. صدایت صحیح نمی آید وحدت بدخشانی. وحدت بدخشانی لالا تو از درون دیگ بخار تماس میگیری او برادر. خب دوستان گرامی و ارجمند و عزیز و بزرگ و سترگ، یک چند دوست عزیز میاریم صحبت بکنن. بزمه بخیر برنامه را به پایان خودش میبرم. من همی پیام برای از اونا دارم. شما ما را کشتین، ما هیچ وجه مشترک با شما نداریم، هیچ وجه مشترک ما با شما نداریم. در هر جنگ ببازین خوش میشیم و در جنگی هم پیروز شوین هیچ به ما غرض نیست، هیچ به ما غرض نیست. دومی که برادر عزیز ظلم و استبداد میکنی، وحشیانه برخورد میکنی، وضعیتت خراب است. و دومو برادر او افغانای عزیز، این نفر قصهش مفت است دیگه، در کشور عزیز رفتام نمیشه. این چی که پیسهش سقوط، خودش سقوط، وضعیت سقوط، مردم خودش گفت که آمدن به حضرت یوسف پیش بزرگ مصر و پیش فرعون که آمدن گفتن کاینین معبد آمون میگفتن که او برادر حالا ما نمیشه که تنها به خاطر خواب یک فرمان روا 7 سال مصر بعدر بتیم. هیچ وقتی آن نیل بزرگ، آن نیل بزرگ هیچ وقتی کم آب نشده بود که ما احساس کنیم مصر خشکسالی میذاره. در اونجا یک حکیم صدا بلند میکنه میگه که نه، این رود نیل زمان آن قدر خشک شده بود که حتی نمی توانست آب پرندگان خود تأمین بکنه. این رود نیل شما هم آنقدر خشکیده که در این شب روز نمی تواند که آب خفاشان و جغدهایتان را تأمین کند. آ جان کاکا، آ جان پدر، آ جان پدر، آ جان کاکا، آ جان پدر، آ بچیم،
بچیم و من الله توفیق. سلام علیکم. اینه که بزن اینه که گپ دی برادر، هیچ مشکل وجود نداره. گپای سکندر مسئولیتش به عده خودش، گپای ما مسئولیتم به عده خودم. چی حال داری سکندر عزیز؟ قربانت جهان سپاس، عرض احترام خدمت شما و جمع هموطنهای عزیز، عرض تسلیت هم برای هموطنهای عزیز. نادری عزیز، حرفای شما، جملات شما، سخنهای شما عالی هست، همیشه سخن حق میگوین. زنده باشین. قربانتم. ما سکندر عزیز، ما در پیوان به می دوستی که نشته کرده دندانای تا جور که دندانای ما دا آخر اکتبر جور میشه لالا، یعنی دو ماه دیگه من متاسفم. با دیدن مای بی دندان اگر خوشت نمیای میتونی لایو ترک کنی عزیز من. با بزرگوار. خب جناب سکندر عزیز، ما یک موضوع رو به می دوستا خواستم بگویم که یک موضوع شده بود که او ایران ما چه راکت پراگنی کرده بود و چی رقم یک تعداد مردم در آلمان در سرکا برآمده بود، باز یک تعداد از افغانای ما و شما هم، اما افغانایی که در سرک برآمده بود از پس اینه اینم قه اینم تو یک چیز اینم تو یک چیز اینم اینا هم برآمده بودن در روی سرک مستی میکردن. همو شو من لایف گرفتم، گفتم جوگیر نشین دوستای عزیز که اوضاع وحشتناک است، در اینجا نامک به پنسل هم نشته نشته، به خود در اینجا مشکل جور میکنی. او آدم که تو به نفش خیز میزنی، او آدم آدمی است که باز وقتش بیا اون تو میکنه. به نظر خودت این عمل کرد چی را نشان میده سکندر؟ نادری عزیز، موضوع سیاست اینا خیلی سیاست کثیف است. ما پیشتر در یکی از لایف های از بچه ها بودم، یک موضوع را گفتم بعد از امی که جامعه جهانی ایران تحریم تسلیحاتی نظامی کردن و تحریم اقتصادی کردن، از او به اوسون ایران هیچ گاهی از نام مهاجرین درآمد خاصی نداشته، و خصوصا می سه چهار روز پیش سه تا شرکت هواییشون هم تحریم کردن. بله. قبل از سال 2015 و 2016 حتی در سال بیشتر از 114 میلیون 115 میلیون دلار ایران از سازمان ملل درآمد می داشتن، خاص به خاطر رفای مهاجرین. ولی از وقتی که می تحریم ها صورت گرفتن، اینا امکانات و ای درآمد دیگه سازمان ملل نداره، و فعلا هم بیشترین پافشاری هایی را که بالای مهاجرین افغانستان دارن، علت اصلیش همی هست. و در کنارش یک چیز دیگر هم هست نادری عزیز، مسئله مذهبی بودن خیلی مهم هست. ایران مردم افغانستان، تمام مهاجرین افغانستان بالای 60% که در ایران میان مهاجر میشن، میگن نفوس افغانستان بیشتر از 60%شون کلشون سنی مذهب هستن. ایران خودش یک کشور شیعه مذهب هست، و در ایران هر شیعه هم که بره بگه که من شیعه هستم، این برای ایرانش مطرح نیست. در گذشته ها اگر شما دیادتان باشه نادری عزیز، هر کسی که از افغانستان می آمد ایران قانونی می آمد، خیلی تعداد کمی مثلا قاچاقی می آمد، و هر کسی هم که از سفارت ایران ویزه می گرفت می آمد، 300 یورو در بدل هر نفر اونا تضمین می گرفت در سفارت افغانستان. من خودم شخصی خودم از یکی از امون جمله ها هستم، 300 یورو از ما تضمین گرفت، تو رو زمانی برای تو پس می داد که تو برمیگشتی در افغانستان، می رفتی در سفارت تقاضا می کردی که من پس آمدیم مرم 300 یورو مرا پس بدی، و همزمان معاینات خونش در شفاخانه علی زهرا، در شفاخانه ایرانی ها، در شفاخانه خود ایرانی ها میرفتی انجام میدادی، 300 یورو را ضمانت میدادی، کلی از تو به هر دلیلی که میشد از تو پول میکنه. اینا کلشون یک درآمد بود برای کشور ایران، ولی برای فعلا این درآمدها دیگه نیست. بله. یکی از علتهای بزرگ بدرفتاری های کشور ایران و سیاست ایران در مقابل مهاجرین افغان همی بودن میتونه. دقیقا. و یک موضوع دیگه موجود داره سکندر عزیز، ایرانیار و ماهان از طرف بعضی از کشورها به زن همکاری با سپاه
محکوم شده بود و در بیشتر از کشورها پروازش حق نداشتند پرواز بکنند. ایرانیار میتونست به بعضی از کشورهای اروپایی پرواز بکنه. شما فکر بکنین آقای سکندر، بخش اویشن یا صنعت هوانوردی یک بخش پولساز و قدرتمند یک کشور است. شما را احساس بکنین یک کشور با تمام کشورهای دیگر پروازهایش به پایان رسیده. اینا تنها میتونن در سطح خاورمیانه و اینا پرواز بکنن که این درآمد نمیتونن اینا به دست بیارن. فروشکستگی درآمدی در اینجا هم کاملا محسوس است. و اوزارم که ما و شما میبینیم یک اوزای بسیار نابخردی که من نمیگم، من فرض مثال برادر من سیاسی در قبال ایران و غیر ایران اینا نیستم، اما چیزی را که حقیقت موضوع است میبینیم، ما که میبینیم برادر در اینجا میخورد، در اونجا خورد، در اونجا خورد، در اونجا خورد، در اونجا خورد، خورده رفت دیگه. اینا یک اوزای بسیار وحشتناک است. من احساس می سکندر عزیز، چون تمام فوکس رسانه های غول‌پیکر دنیا بالای ایران اینا بود، حالا آمد این 4 تا افغان بیچاره بدبخت وضعیت خراب فقیر کشت که بانکال یک کمی تمرکزی سو بیاید. ریچارد بنت واکنش نشان داد، منظور پشتین واکنش نشان داد، مقامات اسرائیلی واکنش نشان دادن، سازمان ملل واکنش نشان داده، سیاست مدارای منطقه واکنش نشان میتن. یک بارگی این تمرکز از او سمت به این سمت می آید. به این خاطر اون بچه های بدبخت وطن ما را کشتن. نستوی عزیز، در یکی از کانال های، البته در امی کانال های خود از امی ایرانیا، من یک خبر در کانال تلگرامیشان یک خبر خواندم امی چند در قبل که امی جرگه پشتون ها که در حالا ما شخص خودم هیچ گاهی دوست ندارم همین جمله را به نوع پشتون بیارم، جرگه افغان های اون برای مرز که تشکیل یافته بودن خیلی یک سر و صدای را در سطح بالا به بار آوردن برای جلب توجه. حرف خود داخل آدم ژورنالیست رو میگن، نقطه های حساس را برای جلب توجه. ای هم یکی از بازی های ایران هستند که بعضی از کسایی آمده بودند زیر خبرهای از او کانال تلگرام نظریه داده بودند که برای اینی که مثلا دوباره جهان ما تحت شمدید جهان قرار بگیریم، یک حرکتی صورت بگیره که مثل افغانهایی که برای فعلا از حق خود در اون بر دوران می جنگن، همچون یک مطلب را پست کرده بود. باز خیلی کسای دیگری هم آمده بود، نظریه های هم داده بود، از او جمله حتی امو بچه های فیلمشان هم آمده بود، امو فیلم های انقلابی را که پر میکنه، یکان تا ایشان نظر داده بود که اگر یک وقت افغان ها بخواه همچون حرکت را بخصوصا در قسمت های مشهد انجام بیته، البته این قسمی نگفته بود که مثلا انجام بیته، ولی ابراز نگرانی کرده بود که مثلا خود به تشویش نشان داده بود که اگر افغان ها فردای روز بیاید در ایران، در یک قسمت ایران همچون یک تجمعی را نشان بیته، کاملا جلب توجه رسانه های خارجی و داخلی روی مشکلات های مهاجرین افغان بیشتر، حالا مشکلات مهاجرین افغان بیشتر به دنیا و جهان به وضاحت کشیده میشه. حالا در حالی که مثلا در مشهد و چندین شهر دیگرش هم کمپای مهاجرینی که بعد از سقوط حکومت طالبا که زده شدن از طرف سازمان ملل، سازمان ملل حالا یک چند تا کمپ را در چند تا شهر ایران ساختن که مهاجرین در اونجا میای اول ثبت نام که میشنی، بله، به نوع وحشتناک، به نوع وحشتناک، اصلا پوشاک ندارن، خوراک ندارن، عرض کنم دو تا کانکس تشنابی را که جور کردن برای مهاجرین، صدها نفر در صف استاد استن تا که برایشون نوبت بیایه. متوجه هستی چی میگم؟ بله، یک موضوع از سکندر عزیز که اینجا میتونن براحتی بگوین که ما دیگه هیچ یک از انسان نمیپذیریم. مرتضی کمری تدیلالا ببخشید، ما فالوور ما کم کمریم چلان نمیم. کمره اینجا آپشن داری؟ آپشن داری لالا؟ یعنی آپشن کمری هست کجا باید دیم؟ نمیتونی کمره زده که من پایین ببرم لالا، دیگه وقت ما رو زایی نکو. ما نادری عزیز مهربانی که دوست عزیز مهربانی لالا، ما کمریم گل شد داشتیم چرا؟
خیر های بالا پایان زیر برین لالا، بالا. کمره رو یاد گرفتین، باز بیاین بیادر کمره رو یاد گرفتی، باز بالا بیا. کال فعلا کمره، به کمره رو منم میمونم. نادری عزیز، ما درد شخصی ما خوب از اونجایی هست که من میگم ما که در افغانستان زندگی کردیم، بچه به دنیا آمدیم، گوشه گوشه افغانستان دیدیم، به خصوص اینمی مناطقای هزاره نشین، به خصوص همین مردم شیعه مذهب، وای به حال کسانی که در طرف قبلهشان که میبینی یک دونه عکس است، یک دونه شیر است، یک مرد عرب پای خود بالای گردن شیر مانده، در دستش یک دونه شمشیر است. نه 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 لطفا دیگه او را لطفا دوی بخش نرو لطفا. نه بگذار جمله خود قسمتش تکمیل کنم. در شمشیر نوشته است لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، و در طرف دیگرش یک سوره چارقل هست و در پالوی سوره چارقل یک دانه عکس یا از آیت الله خامنه ای است یا از خمینی هست در قبله ایشان. و ام سری روز اینمی مشکلات هایی را که بالای اینمی افغان هایی که میاره، اونمونا باید هوشیار شوه، اونمونا باید زرنگ شوه. کسایی که از افغانستان میآید تا ایران هزینه میکنه، مصرف میکنه، میآید زیارت امام رضا گفته زیارت میکنه که ما در افغانستان بر بگردم زوار شوم، اینمینا باید هوشیار شوه. اینمی کشور ایران هیچ گاهی برایشان مطرح نیست که کی شیعه هست، کی هزاره هست از افغانستان. دقیقا بیشتر دیدگاهی بدخصمانه از اینا و یا دیدگاهی که مثل که یک دشمن میبینه همه مهاجرین افغان، یکی از مشکلاتایشان مشکلاتای مذهبی است. نادری عزیز ایره شما قبول بکنیم واقعا. تشکر و سپاس از آقای سکندر گرامی. من برنامه رو به پایان است. لالا کمریتا بزن بیادر. سلام علیکم. سلام استاد عزیز، خوب هستین؟ از کجا به تماس هستین؟ من از داخل ایران به تماس هستم. لالا جان من یک ثانیه، یک ثانیه، تصویر تقطع کو بچه، تصویر تقطع کو. همی لحظه ما برنامه دادیم که اگر مرا در ایران گیر کنه، بیادر گل سبا حکم اعدامی مرا، بیادر گل چی نام داره؟ در زندان چی؟ در زندان اوین در زندان اوین مرا صبح بیادر گل در دار میبینی، در 1 کیلومتری ایران ما برم، یا بیادر گل در زندان قزلسار بیادر گل مرا میبینی که در دار کشال کدن. تو آمدی، من از داخل ایران هستم، باز بیادر گل گپ رو میزنی. فکرت باشه که اونجا که دهی برنامه ظاهر شوی، خلاص صبح گیرت میکنه اونجا، بیادر گل میبره در سنگ سیاه یا در تل سفید، اونجا بیادر باز میفهمه، میگه چرا در برنامه زیادم رفته بودی. دهی تو برنامه هایی که در مورد جایی که او در جایی که تو زندگی میکنی در مورد او جا گرفته شده، نبیا که بیادر گل صبح نمیبینی نفره در مرز و سرحد، بیادر گل 300 نفر ما رو همه تو زیر رگبار کرد دیگه، تو بیچاره رو باز چی رقم. او مردم ها امین نسل مذهب گفته دشنام نتین در پایین، از برای خدا ما شما رو به مذهب کس غرض نیست، ما شما رو به مردم عام ایران هم غرض نیست، ما با حکومتش گپ خدا داریم. سلام علیک. سلام علیکم نسل عزیزان و ارجمندان، عرف ما اینمیست احساساتی شدن در هیچ راستایی خوشایند نیست. من از دوستای افغان و عزیز و ارجمندم خواهش میکنم که احساساتی در هیچ بخش نباید شویم، احساساتی در هیچ بخش نمیشیم، منعیس افغانهای آزاده که در زیر دست نظامهای آخوندی و طالبی نیستیم. پیام ما افغانهای آزاده برای ایران اینمیست که خدا کنه که به خاکستر یکسان شوی، بیطرف هستم، خدا کنه که پوزت در خاک بمالن، بیطرف هستم، خدا کنه که فساد در منطقه برای سیل بین هستم. اینمی سه پیام بیخی کافیست. از هر مظاهرام کده قویست، از هر فریادم کده قویست، از هر استاده شدنم کده قویست. اینمی پیام، پیام ماست، خلاص به خلاص. اون نفر را که تو دشمنت میگی، قطعی من شخصا دشمنی ندارم، من بد کنم قطعش دشمنی کنم، زورشم خو میبینی. اونم نفر را که تو دشمنت میگی دشمنی من نیست، قطعی دشمنی نکده تا بالی، هیچ دشمنی نکده، هیچ دشمن تو هست، از من چی میکنه؟
تو خودت دشمنی هستی، مرا چی که من قد از دشمنی کنم؟ و من الله توفیق، دوستان و عزیزان و ارجمندان چیره بالا میاریم، عزیزان و گرامیان یک چند دوست بالا میاریم که اگر ویدیو هم نداشتن خیر، مشکل نیست دیگه، بازاری وقت ویدیویی هم به پایان رسیده. سلام علیکم. عرض سلام نادری صاحب، شبت بخیر. شب شما همچنان بخیر. سیزانه که جور است، زنده و سلامت باشین. زنده و سلامت باشی گوادی بالا نادری صاحب. من خیلی شما را دوست دارم و افتخار میکنم به شما. قربان سرتون، تشکر مرد بزرگ. خوش آمدید. تسلیت میگیم به ملت شهید پرور افغانستان که میشه زیر ظلم کشورهای بیگانه و در راه و در این مرور شهید میشن. واقعا خیلی یک امکاک و وحشتناک هست نگه. خدا الان یک ویدیو رو من دیدم، میگه که کسایی که میخوان در جنگ نمیفن فلانی شرکت کنن، بهشان چی پناهندگی میده؟ دیگه اینا وحشتناک تر است. شما افتارم هستی نادری صاحب، زنده باشین بزرگوار. یک جان سپاس. وطندار عزیز، شما مهربانی کنین. سلام علیکم جناب نادری عزیز، شب خوش برتان آرزو میکنم. امیدوار هستم که سعادت داشته باشین و یک تسلیت بزرگ برای هموطنهای عزیزم که در گوشه دنیا هستن. این درد غمناک قتل عام برشان تسلیت عرض میکنم، برای خانواده های افغانی که امروز در هندو نشستن. امروز غم فرزندا و مادرها و خواهرای ما که منتظر تابوتای شوهرها و فرزندها و همسرایشان هستن واقعا دردناک است. برای من واقعا دلم درد داره. من هیچ وقت دیگر ایران به عنوان یک کشور اسلامی نمیشناسم، چون اگر واقعا اسلام باشن اینا باید به این توجه داشته باشن که اسلام برادر مسلمان، مسلمان برادر مسلمان است. چگونه اینا اینقدر ناآگاه هستن، نفهم هستن که برای افغانای مظلومی که 45 سال در زیر آوار جنگ هستن و کمک از یک کشور اسلامی که به عنوان مسلمان ما را میشناسیم و به او پناه میاریم و از این جهت ضربه نمیبینیم بجز از کشور اسلامی به نام ایران. نستوی عزیز، ما واقعا نستوی نادری صاحب عزیز، اگر امروز اسرائیل اگر بالای ایران حمله کنم، ما به عنوان افغانی را برای شما قول میتونم که ما حاضر هستم که همراه اسرائیل کمک کنم و به ایران حمله کنم. چرا؟ چون هیچ وقت ما به ایران به عنوان یک کشور اسلامی دیگه باور ندارم. چرا؟ که چون اگر مسلمان بود برای برادر مسلمان خود ظلم نمیکرد. امروز ما ظلم آشکار و آگاه ایران، امیر نظام آخوندی ایران که خودش ناو اسلام میدانه و امروز شاخ و چونه اسلامی میکشه و اول ظلمی که میکنه برای برادرای مسلمان خود میکنه و واقعا دردناک است. بازم برای شما افغان عزیز تسلیت میگم، آگاه شوین، بشناسین دشمنتانه. دشمن ما اسرائیل نیست، دشمن ما بزرگتر از اسرائیل است. در همسایه دیوار به دیوار ما و شما است که واقعا هیچ وقت نمیخواه پیشرفت ما را ببینه، هیچ وقت نمیخواه که ما سر پای باشیم. همین گونه باز هم همسایه داریم که در دو طرف ماست. متاسفانه که همسایه خیلی انسانای واقعا فتنه، انسانای پلید، انسانای کثیفی در رأس این کشورها هستن که امروز افغانستان ما واقعا ناتوان شده. اما من از شما خواهش میکنم، از تمام افغانا خواهش میکنم، کسایی که صدای ما را میشنوند، هیچ وقت ناتوان نباشین، هیچ وقت با احساس خودتان، با وطن خودتان، با مردم و ملت خودتان تو بازی نکنین، ساده نگیرین این مسئله را. باید جدی باشین در مقابل این مسئله‌ای که اتفاقی میفته و ایگونه استفاده میکنه از ما شما، نسل کشی هسته ای. شما باید متوجه باشین، از تمام مرزهایتان باید دفاع کنین،
ورود تشکر آقای وطندار چهاردیوال عزیز مهربانی. سلام عرض ادب خدمت شما نادری خواهی و عزیز، خوب هستین؟ ساعت شما خوب جان و سلامت. عرض تسلیت دارم هموطنان عزیزی که شهید شدن در خاک ایران. پس خلاص همون قدر آمدم که آواز شما رو بشنوم و همون قدر چی بگویم. بس خلاص، سلامت، زنده باشید. قربان سرتان. سلطان عزیز مهربانی، سلام علیکم نادری سر محترم. سلام، سلام بزرگوار. تسلیت به همه افغانای عزیز عرض میکنم. نادری صاحب، ملک من لایف چند نفر بودم، هموطن خودم یک بانویی که نام داره به تیک تاک، نامش رو بگیرین، نامش رو شبانه میریار، ویدیوش رو گرفتم پخش میکنم و شاید دیگه دوستام گرفته باشم. او میگه از یک قوم بوده، مهم نیست که اونایی که کشته شده می 260 نفر هیچ مهمت برای ما، ربطی برای ما نداره و شما یک طرف، شما یک قوم هسته. و در خصوصا اینایی که شهید شدم چیز زیادترشون از ایرات بودم، از ایرات خودم که تاجیک بودم و دری زبان هستم. آله او برادر، همی مسئله همی تاجیک بودن و پشتون بودن، همونه کدام لعنتی پدر لعنت همی مسائل در میان مندازه؟ کدام بیناموس همی مسئله تاجیک بودن و پشتون بودن او بدبخت ها را چی میکنه میان میاره؟ من ریکارد ویدیوشو گرفتم و پخش میکنم شبانه میریا با لایف ایرانیا و ایرانی هم تا دندون تیز خوب تابین کرد افغانه ها را، خوب همی تو زیادم تابین کرد. ویدیوهایش هم هسته و یک دوست دارم فرند شما هم هسته و همی تیک تاک به واتساپ از او روان کردم انشالله. یاس فرند مکی هست؟ وطن یا کفن. من ویدیوها بری از او روان میکنم و انشالله شاید به دسترس خود شما هم برسه و خود من به تیک تاک پخش میکنم انشالله. شبانه جان گفته که خوب کده ایرانی هایی کار کده؟ بله، گفته اینا تروریست ها بودن، استغفر الله، وارد خاک ایران می شدم. خب شما قضاوت کنیم، زیادترشم از بچه های خود ایرات، از ولسوالی ها، کل اینا رو از این لهجه از شما باید بشناسیم که از کدوم ولایت هسته. بسیار مشکل برای نیست که حتی اینا تغییر شبانه جان عزیز، ما به خاطر بانو بودن تان، به خاطر احترام من به میریار صاحب فقید، به میریار صاحب ارجمند، به میریار صاحب گرامی و به منظور قضاوت نکنه نمیره میگم نه تناو نیست. نادری صاحب عرض سلام دارم، عرض تسلیت به تمام ملت مظلوم افغانستان. تناو نیست نادری صاحب، امروز از ساعت که ما بیدار شدیم ساعت 10 صبح تا نیم یک ساعت قبل از فارسی نیوز، فروتن، شیوا، امی چیز، خانم میریار، همه کسایی که میاین از آدرس قوم محترم تاجیکا بحث های قومی میکنن یا بحث های سیاسی میکنن، همه اینا ابراز خرسندی کردن. نادری صاحب خیلی خوشحال بودن، حتی روشنفکرایی که فری تنکر هستن، گفت اینا همشان اوغان بودن، پشتون بودن، خوب شد که زدشان کشته شد. شما اولین کس هستین که قدرتمندترین برنامه را گرفتین و شما حرفایتان را زدین با آدرس ملت افغانستانم، با آدرس حکومت ایرانم. ما با ملت همون رقمی که شما گفتین با ملت ایران هیچ نوع دشمنی نداریم، به خاطر که این امی لحظه خیلی مهاجرین زیاد ما در کشور هستن. امی لحظه نه با ملت بدبخت ایران چی مشکل داریم او برادر؟ ملت بدبخت ایران خدا یارشان بیادر گل خیستن و نرفتن، تقریبا 2 ماه 3 ماه خیابانها را بند کردن، جلوشان گرفتن همیشون دبیت رهبری رسیده بودن، فریاد میزدن. اما خواهر ایرانیم که زن زندگی آزادی گفته فریاد میزد، توفانی را که برپا کرده بود، امامه های آخوندار از سرشان پران، بچه ایرانی میدوید که میزد که امامه بود که سرک قد سرک امامه میگرفت، دختر ایرانی بود که میدوید که میزد سرک قد سرک امامه میگرفت. ما حالا نمیتونم به خاطر زدن 4 تا سپاه لعنتی که بچه های وطن مرا 280 نفرش قتل عام کرده، مبارزه او دختر در خیابان نادیده بگیرم، به او دختر که در خیابان امامه را بیادر گل در سرک فرش میکرد او را دو بزنم، به خاطر او بچه که در روز
قدرتمندترین لحظه ای که سرنوشت سازترین لحظه مبارزات مردمی ایران بود، در آهنگ برای کودکان دورگرد افغانی من آهنگ ساخته بود و به جرم این آهنگ در زندان بندی است. من هیچ وقت برای او برادر و او عزیز ایرانیم حرف وحشتناکی نمیزنم. حرف من با تفنگدار ایرانی است، حرف من با حکومتدار ایرانی است، حرف تمام ما با امناست. ما با ملتش غرض نداریم، ما به ملت ایران احترام داریم، به ملت پاکستان احترام داریم، به ملت هند احترام داریم، به ملت تاجیکستان احترام داریم، به ملت ازبکستان احترام داریم. مشکل من با حکومت هایشان است به زور خدا. ادامه قطانی صاحب، قطانی صاحب ادامه بزرگوار صاحب. دقیقا نادری صاحب، ما با ملیت ها و کسایی که اوجه مردم عادی هستند در دولت هستن، امون رقمه که من اشاره کردم هیچ نوع مشکل نداریم. اما نادری صاحب گلی آدم باعث وطندار و آفت طبیعی میشه، مثلا خنده و مذاق صورت میگیره، خودمگرمی صورت میگیره، یا پیام های تبریکی به هم دیگه میتن، یا سیل می یا زلزله می. اینی وطندارای ما به خدا تا بال جنازه های از اینا در خانه شان نادری صاحب نرسیده، هنوز دم و گمرک است، تابال شناسایی نشدن، هویت های از یا تابال شناسایی نشده که اینا کی هستن. حالا گیرم همین جا همین 280 تن پشتون، بله همین 280 تن پشتون، 280 انسان نیست، بله 280 آرزو نیست، 280 خانواده نیست، 280 کودک اگر یک کودکی حساب بکنیم یتیم نیست، 280 زن بیوه نیست، 280 مادر بی بچه نیست. چطور من از یک تاجک میتانم که با کشته شدن یک پشتون، چطور میتانم با دیدن یک تاجک با کشته شدن یک پشتون آرام بخوابم در حالی که خودم محکوم به مرگم؟ چطور با کشته شدن یک جوانی از یک تبار دیگر آرام میتونم امو شب سر خود در بالش بانم در حالی که خود من هم شاید امشب یا فردا شب بمرم؟ مرگ چگونه خوش میسازه ماهایی که محکوم به مرگیم؟ چگونه خوش میسازه ما؟ به من بسیار جالب است، فلانی نفر کشته شد خوش میشن، تو نمیموری؟ مگه حکیمی از رای گذر میکرد، فردی را دید خرسند است، پرسیدن چرا؟ گفت به شاه خبر میدهم که آن رقیب شاه مرده است. وقتی به نزدیک شاه رسید و بر دربار شاه رأس پار شد، شاه پرسید خرسندی؟ پیامی داری؟ گفت آری، آن دشمن دیرینهت کشته شد. شاه اندک فکر کرد و گفت ای کاش خبر تازه تر و قوی تری از این برایم می آوردی، انگار من هرگز نمی میرم، با مرگ او خوش شوم، من نمی میرم. ما جامعه های همیشگی، ما نامیرا هستیم، من نامیرا به مرگ دیگران خوش میشم. تو از زندگی بودن کرده، از محکوم به زندگی بودن، از محکوم به زنده بودنت کرده محکوم به مرگ تری. ای انسان ناخبر، ای خیره سر، تو از محکوم به زنده بودنت کرده محکوم به مرگ تری. چگونه به مرگ خوش میشی؟ خداوند هر انسانی را که به مرگ کسی دیگر خوش میشه خودش را هدایت بده. دیگه دوستای دیگه همینجا که همی چی نام دارن؟ من فقط بزرگوار همی آخرین جمله را میگم نادری صاحب، این میزارات که شده در حال شده که خودشان پناهنده کشور دیگه هستن، از حقوق انسانی برخوردار هستن، همی قبولی خود از رای بخاطر که یک جامعه سکولار یا یک جامعه مدر با او دل سوختان در کوره پذیرفته در جامعه خود، اونو انسان باز میخیزن تو کار میکنن. دوستا دیگه صحبت کنند، ببخشن من دیگه مایت کنم. آبشان فول خودتان از قطانی که من برم یک چای برخن ترول کنی. راحت باش، راحت باش. خورشی چی؟ سلام علیکم خدمت. اما تو خیلی بنوبت دوستا رو بانید که صحبت کرمانید. بچشم کروش شما صحبت یه ساجی صاحب صبر کنه نزم بالا میایم سر کروش و سلطان اینا بازم تو نوبت شما میرسم. نه فروتند نماینده ماست، نه شیوا نماینده ماست، نه فارسی نیوز نماینده ماست، نه دیگه و هر
نه شبانه مهریار، نه هیچ کسه. هر کس هر صحبت داره با شخص خودش صحبت میکنه، نه از کس نمایندگی میکنه. پشتون برادر ماست، ما برادر پشتون هستیم، با هم از یک وطن هستیم. هر مسلمانی که از او وطن باشه و وفات کنه یا شهید شه یا روز سرش بیایه، ما در کنارش هستیم از هر قومی که باشه. و ما خب نوبت دیگران نگیرین دیگه نه. خب ما فقط یک مثال میتونم، چون ما واقعا میخوایم امو چیزی که منظورم است به دوستا امو منظور خود برسانم، یک مثال میتونم که فکر کنین یک خانواده پدر مادر اولاد خود را لط و کوب میکنه، میزنه، شکنجه میکنه و او را از خانه بیرون میکنه، میگه تو در خانه دیگه جای نداری، حالا یا که تو همچهره دیگه اولادایم نیستی یا او خوی و اخلاق اولادایم دوست دارم از تو بر دلیل اونمور از این خانه کدیم این لغت میزن از خانه بیرونش میکنه. این بچه میمانه در سرک، یا دختر است یا بچه در سرک میمانه پیش خلاصه سرگردان میشه، آخر امون شهر و دیار ترک میکنه، میره در یک شهر دیگه هم او اونجا دوباره مورد لد و کوب قرار میگیره و آخر یا کشته میشه یا زخمی میشه. خوینار مردم خبر میشه که وله یه نت تو شده. ما پدر مادر از این اعلام میتیم، نمیگیم که ما دیدیم که ای در خانه چی حال و روز داشتی، بدبخت بیچاره و مجبور شد در جایی بره که نه خانه از او بود، نه شهری از او بود، نه دیاری از او بود، ایالت تو سر از او. داستان میگین، سر اصل موضوع بیاین، مثال گوش کنین. همین مثال ها کوتاه‌تر باشه، دوستا در پایین نشته که روان است خسته کن شد. خب همین مثال همین رقم زدم که وقتی که ما در وطن خود به نام قوم محکوم شویم، به نام قوم شکنجه شویم، به نام قوم خانه های ما مورد تجاوز و ویرانه قرار بگیره، زنای ما تحصیل درویش بند باشه، در عنوان جنسیت یک جمله بله یک جمله. ما چطور شما میگین یا ما بگویم؟ نه، من یک جمله براتون میگم، شما رو دیسکنکت میکنم موضوع قومی. ام یک خودتا گوش خوب سایی، خودتا و چند تن دیگر هست، امی که داخل کنم موضوع پشتون تاجک میخیزه، من هیچ علاقه ندارم، نه به پشتونش علاقه دارم نه به تاجکش، نه شیعه استم نه سنی، من یک فرد استم از سرزمین افغانستان و تمامی آنانی که در اونجا پشتو خبری کهی که فارسی که ازبکی گپرین که فلانی میکنین که فلان مسمانی، کل اونم را من یکسان میبینم، نه من از اونا بلند استم نه اونا از من بلند است، نه من از اونا پایین استم نه اونا از من پایین هستن. این همی بس، این همی جو موضوع درد و بدبختی من مانده بود، باز میرفت سر پشتون و تاجک فلانا و بسمدانه. من خدمتت یک عرض میگم، زبان تا که گرفتن، قوم تا که خراب کردن، فلانی تا که اینتو کردن، بسمدانی تا اینتو کردن، یک نفر مثل منظور پشتین از بینت بخیزان که استار شما دمی پوز پوز شته که صبح من بگویم مثل که آقای جهانی نشته کده بود که خودش از سنش 70 ساله، منظور از سنش 40 ساله نشته کده بود، منظور امام من است، منظور امام من است، آقای رحیم جهانی نشته کده بود، بخیز یک جوان از بینتان که مت یک شمشیر بزنه که اولین نفر نستون نشته کنه فلانی صاحب امام من است. ای به ای گپا اینجا نمیشه که برادر فلانی این تو شد بسم ناله 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 در آی دمیدان دیده پوزش که بفهمم که مزه کنم. در غیر از اینجا او برادر 280 تن وطن من، بچه وطن من کشته شده. بگذار که یک امی بحث هم و اظهار نظر چهار تا افغان بدبختی که وطندارای کای خود از دست دادم اونا رو بشنویم، امی تاجک پشتون هیچ خلاص نشده، این لالا سرت ظلم میکنه، من میپذیرم ظلم میکنه، پیدا که یک نفر که برم پوزش میده کنه که من بگویم نوش جانت دیگه، ظلم میکنه ظلم نزن، بفرماین. برنامه آن که عشق را آفرید تا سرزمین و دار آتش نگیرد، سلام و درود خدمت شما جناب نادری صاحب، خدمت هم از جایی که در لایو هستن، از جایی که در کامنت هستن، از کی بنالم نادری صاحب، از کی پیشکی بنالم، پیشکی درد خود پیشکی بگیم، این درد فقط کسی اسم میکنه که از او را قاچاق آماده باشه، با الله قسم وجودم رگ رگم هم یاد درد میکنه، یعنی از صبح تا به حال
نیخیه میگم امن کار خود امروز ما نفهمیدیم که چطور ما در کار بودیم، در کجا بودیم. اگه انسان باشیم درد اگه انسان حس میکنیم، چی نوع انسان هستی، چی رقم اسلامیت هستی. به نام کشور اسلامی است برادر مسلمان رو خدا میکشه، بدبخت هستیم. خلاصه نادری صاحب می کسایی که همی قوم یاد میکنه، همی تبار یاد میکنه، بوالله قسم اینا نه انسان هستی یا نه دیگه هستی. چی ما نامیتم؟ من کلش با یک شعر کنم میگه وطن خورشید و نور دیده ماست، وطن خورشید و نور دیده ماست، وطن مهر و محبت خانه ماست. به دشمن دست تنهایی نباید داد، که فردا ظلم ظالمان باز بر سر ماست. اگر تاجک و هزبک و هزاره و پشتون، به مثل گل همه تاج سر ماست. قربان سر تا تشکر و سپاس از جناب آقای طارق احمدی. به همین منوال دوستا بفرماین میربانی کنن. سلک بینامو سلام مانده نه. توفان ظاهر بفرماین. مادری صاحب محترم سلام و احترام. قربان تان تشکر بفرماین.